بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه جور و صحتمند باشین. صحتمندی شما را از خداوند متعال خواهانم. خب شاگردان عزیز، ما شما در برنامه قبلی تعاملات جمعی را ما شما مطالعه کردیم و همچنان در مورد تعاملات جمعی ما شما یک کارخانگی داشتیم که خدا کنه اون کارخانگی را شما حل کرده باشین و با خود داشته باشین. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه برنامه امروز آغاز کنیم، برای شما یادآور میشم که با خود کتاب، کتابچه و قلم داشته باشین تا بعض موضوعاتی که من یادآور میشم شما او را با خود یادداشت کنید. موضوع درس امروز ما یعنی صنف نهم است، مضمون کیمیاست. موضوع درس چی است؟ هایدروجنیشن و دی هایدریشن است. خب شاگردان عزیز، هدف از این درس چی است؟ هدف از این درس که است، یعنی شاگردان باید تعاملات هایدروجنیشن و دی هایدریشن را انجام داده بتانند. یعنی بتانند که تعاملات هایدروجنیشن چه رقم است و تعاملات دی هایدریشن چه رقم است. این تعاملات ها یعنی هم بشناسند و هم ایره انجام داده بتانند. این هدف درس ماست که خدا کنه شما ایره انجام داده بتانین. بعد از ختم درس شما ایره بتانین که پیش خود کار کنین و مشکلات خود حل کنین. خب شاگردان عزیز، ما میگیم هایدروجنیشن. هایدروجنیشن اگر به صورت عموم بگویم یعنی نصب هایدروجن با یک مرکب است. اینه میره هایدروجنیشن. مثال ما شما میگیم، پس اگر ما بگویم که وقتی که یک هایدروکاربن غیر مشبوع، هایدروکاربن غیر مشبوع رو ما شما کدام یکی رو میگیم؟ یعنی سلسله الکین ها و الکاین ها رو ما ایره غیر مشبوع میگیم. یعنی سلسله الکین و الکاین چی میگیم؟ غیر مشبوع میگیم. یعنی وقتی که هایدروکاربن های غیر مشبوع یعنی توسط هایدروجن مشبوع گردد، توسط هایدروجن چی شود؟ مشبوع گردد. اینمی تعامل به نام تعامل هایدروجنیشن یاد میکنند. وقتی که هایدروکاربن های غیر مشبوع یعنی سلسله الکین ها و الکاین ها توسط تعاملات کیمیاوی با هایدروکاربن های مشبوع تبدیل گردد، پس ایره به نام چی یاد میکنه؟ به نام هایدروکاربن، به نام تعامل هایدروجنیشن یاد میکنه. به نام چی یاد میکنه؟ به نام تعامل هایدروجنیشن. خب شاگردان عزیز، اینمی تعامل هایدروجنیشن که از توسط کاتالیست صورت میگیره. توسط چی؟ توسط کاتالیست، که کاتالیست ما شما نکل است و یا پلاتین است. اینی کاتالیست ها است که سرعت تعاملات چی میکنه؟ زیاد میسازند. خب وقتی که ما یک هایدروکاربن غیر مشبوع که ما شما میگیم سلسله الکین ها را، سلسله الکین ها یعنی میگیم CH3 CH در رابطه CH2، یعنی کدام هایدروکاربن است؟ هایدروکاربن سلسله الکاین است، سلسله الکین است که رابطه اشتراکی دوگانه داره. حساب ما شما ای را چی میگیم؟ غیر مجبور میگیم و سلسله الکین میگیم. یعنی وقتی که اینمی سلسله الکین که ما شما ای را چی میگیم؟ ای را پروپین میگیم. چی میگیم؟ سه کاربن داره. چند کاربن داره؟ سه کاربن داره. حساب ما شما ای را پروپین میگیم. چی میگیم؟ پروپین میگیم. وقتی که پروپین امراه هایدروجن در موجودیت کاتالیست، یعنی کاتالیست چی است؟ نکل است. وقتی که در موجودیت کاتالیست نکل با چی یک جا شوه؟ با هایدروجن یعنی تعامل کنه و یک جا شوه، در نتیجه هایدروکاربن مشبوع را میسازه. چی را میسازه؟ هایدروکاربن مشبوع را CH3 اینجا چند بود؟ یک هایدروجن بود. یک هایدروجن از این با یک هایدروجن میاد چی رو میسازه؟
CH دو را می سازم، CH دو را و این دو رابطه که است به یک رابطه تبدیل میشه، یعنی یک رابطهش مشکنه، بالاخره دیگاه اتوم هیدروژن با این کربن یک جا شده، بالاخره چی را می سازه؟ CH3 را می سازه. پس چی شد؟ یا هیدروکربن مجموع یعنی غیر مجموع به چی تبدیل شد؟ به مجموع تبدیل شد. پس اینال ما ایره چی میگیم؟ میگیم پروپان. چی میگیم؟ پروپان. پروپان گفتیم که هیدروکربن غیر مجموع که توسط تعاملات کیمیاوی یعنی با هیدروژن وقتی تعامل کنه با هیدروکربن مجموع تبدیل شود، پس او را شما چی میگیم؟ او را تعاملات هیدروژنیشن میگیم که به صورت عموم در موجودات چی صورت میگیره؟ در موجودات کتالیست. کتالیست ما شما دیگه چی است؟ نکل است. و یا اگر ما شما اسیتلین هم اسیتلین یعنی CH سه رابطه CH یعنی امراه در موجودات کتالیست با دو مولکول هیدروژن وقتی که اجرا شود، یک مولکول هیدروژن بود، پس چند مولکول است؟ دو مولکول هیدروژن. یعنی وقتی که دو مولکول هیدروژن با اسیتلین تعامل کنه در موجودات کتالیست، که کتالیست هم گفتیم کدام کتالیست؟ یعنی کتالیست نکل. کتالیست نکل بالاخره چی است؟ هیدروژن با اسیتلین یا ایتاین که یک هیدروکربن سلسله الکاین است با این یک جا شده، بالاخره چی را می سازه؟ ایتان را می سازه. چی را؟ ایتان را. چند هیدروژن داشت؟ یک هیدروژن. پس دو هیدروژن با این و دو هیدروژن با این چند هیدروژن است؟ دیگه چهار هیدروژن است که دو هیدروژن با این کربن و دو هیدروژنش با این کربن چی را می سازه؟ یعنی سه هیدروژن مجموعاً از این کربن میشه و سه هیدروژن مجموعاً از این کربن. پس این کدام مرکب است؟ مرکب ایتان است. مرکب چیست؟ مرکب ایتان. پس ما شما گفتیم که مرکب هیدروکربن های غیر مجموع که توسط هیدروژن به مجموع تبدیل شود، پس ما او را میگیم تعامل هیدروژنیشن. خب این تعامل هیدروژنیشن بود که ما هیدروژن با هیدروکربن های غیر مجبو در موجودات کتالیست با هم یک جا ساختیم و بالاخره همین هیدروکربن های غیر مجبو با هیدروکربن های مجبو تبدیل شد. این میره به نام چی یاد میگیم؟ به نام تعامل هیدروژنیشن یاد میگیم. خب ما دیگه موضوع درس ماست که او چی است؟ دیهایدریشن است. دیهایدریشن. دیهایدریشن ما شما در حقیقت چی رو میگیم؟ کشیدن آب از یک مرکب، این رو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام دیهایدریشن یاد میکنیم. کشیدن آب از یک مرکب. پس اینال ما شما میگیم که هرگاه یک مولکول آب توسط آب جذبان، توسط چی؟ توسط آب جذبان از یک مرکب، از یک مرکب عضوی کشیده شوه، این رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام تعامل دیهایدریشن یاد میکنن. به نام چی یاد میکنه؟ به نام تعامل دیهایدریشن. یعنی گفتیم که هرگاه یک مولکول آب توسط آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شوه، این نوع تعامل به نام تعامل دیهایدریشن یاد میکنن. توسط چی؟ توسط آب جذبان. طور مثال ما میگیم که یک مرکبی که مثال الکل CH3 CH2 OH یعنی چی است؟ این یک مرکب عضوی است که به نام ایتایل الکل یاد میکنه. به نام چی یاد میکنه؟ به نام ایتایل الکل. ایتایل الکل است. یعنی وقتی که اینمی ایتایل الکل، ایتایل الکل در موجودات آب جذبان، آب جذبان ما شما چی است؟ H2SO4 است. یعنی وقتی که در موجودات آب جذبان یک مولکول آب از این کشیده شوه، اینمی ایتایل الکل با چی تبدیل میشه؟ با ایتلین، یعنی گازات
ایتلینه تولید میکنه و بالاخره چی را؟ آب. یعنی ما شما گفتیم که کشیدن یک مولکول آب از یک مرکب ایره به نام چی یاد میکنه؟ به نام دیهایدریشن یاد میکنه که ای چی شد؟ ای ایتلین شد که به شکل گاز خارج میشه و یا چی شد؟ آب است که به شکل بخارات باز چی میشه؟ جدا میشه. یعنی کشیدن یک مولکول آب از یک مرکب عضوی توسط آب جذبان به نام چی یاد میکنه؟ به نام دیهایدریشن. دیهایدریشن یعنی کم کردن آب یاد میکنه. و همچنان اگر از دو مولکول الکل ما یک مولکول آب خارج کنیم، در نتیجه چی به میان میاد؟ ایتر به میان میاد. چی به میان میاد؟ ایتر. CH2OH وقتی که یک مولکول آب خارج شود توسط چی؟ توسط آب جذبان. توسط آب جذبان یعنی یک مولکول آب خارج شود، در نتیجه چی رو می سازد؟ CH2O و دیگه شما CH2CH3 همراه چی؟ یک مولکول آب. پس اینی مرکب چی است؟ این مرکب که است؟ ایتر است. چی است؟ ایتر. یعنی این نامش چی میگیم؟ میگیم دای ایتایل ایتر. دای ایتایل ایتر. دای ایتایل ایتر است. یعنی وقتی که گفتیم از یک مولکول الکل که یک مولکول آب کشیده شوه چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. و اگر از دو مولکول ایتایل الکل یک مولکول آب کشیده شوه پس چی را میسازه؟ ایتر را میسازه. پس ایتایل الکل ما بود چی را ساخت؟ دای ایتایل ایتر را ساخت که در درسای گذشته ما شما او را مطالعه کردیم. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما هایدروجنیشن و دیهایدریشن بود. پس هایدروجنیشن ما شما گفتیم که وقتی که یک هایدروکاربن غیر مشبوع که غیر مشبوع را گفتیم که سلسله الکین ها و الکاین هاست، وقتی که توسط هایدروجن اینمی هایدروکاربن غیر مشبوع ما و مشبوع تبدیل شود، اینمی را به نام چی میگن؟ به نام تعامل هایدروجنیشن یاد میکنن. که ما شما مثالش را گفتیم، وقتی که ایتلین با هایدروجن در موجودیت کاتالیست که او کاتالیست ما میشه که مثال نکل باشه یا پلاتین باشه، پس میتونه که همین تعاملات صورت بگیره و بالاخره به هایدروکاربن مجبوع تبدیل شود. یعنی ایتلین به ایتان تبدیل میشه و اگر پروپین باشه به پروپان تبدیل میشه و اگر سلسله الکاین ها یعنی الکین ها با یک مولکول هایدروجن یعنی به هایدروکاربن های مجبوع تبدیل میشه و سلسله الکاین ها با دو مولکول هایدروجن در موجودیت کاتالیست به چی تبدیل میشه؟ به هایدروکاربن مجبوع تبدیل میشد که مثال شما کار کردیم و خدا کنه که بوده آموخته باشید. و همچنان دیهایدریشن ما شما گفتیم که دیهایدریشن یعنی کشیدن آب از یک مرکب به نام چی یاد میکنه؟ به نام دیهایدریشن میاد میکنه. یعنی وقتی که ما شما میگیم که یک مولکول آب توسط آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شوه، این را به نام چی یاد میکنه؟ این تعامل به نام تعامل دیهایدریشن یاد میکنه. به نام چی؟ به نام تعامل دیهایدریشن. که تعامل همین تعامل ما که ما شما اینجا کار کردیم، یعنی وقتی که ایتایل الکل که از یک مرکب عضوی است، وقتی توسط آب جذبان یعنی یک مولکول آبش کشیده شوه به چی تبدیل میشه؟ به ایتلین تبدیل میشه و همچنان آب یعنی کشیدن آب. و اگر از دو مولکول ایتایل الکل یک مولکول آب کشیده شوه، یعنی از دو مولکولی که دو انداختیم
دو نشتا کنیم، یعنی وقتی که از دو مولکول ایتایل الکل، از دو مولکول ایتایل الکل وقتی که یک مولکول آب کشیده شود، او قاید همین مرکب ما به چی تبدیل میشه؟ به ایتر تبدیل میشه. به چی؟ به ایتر تبدیل میشه که ایتر ما نامش چی است؟ دای ایتایل. سعی که این طرف هم ایتایل است و این طرف اکسیژن هم، یعنی دو طرف اکسیژن بقیه آر ما که است، یک طرفش ایتایل و دیگر طرفش هم ایتایل است. از این سبب ما شما چی میگیم؟ میگیم دای ایتایل ایتر میگیم. گروپ وظیفوی ایتر را گفتیم که چی است؟ او یعنی دو رابطه با الکایل. پس چی است؟ دای ایتایل ایتر است. خب شاگردان عزیز، من میخوایم که به خاطر بهتر یاد گرفتن شما یک کارخانگی برتان میتم که او را شما با خود او را کار کنین و مشکلات خود را حل بسازین. خب معادلات زیل را، معادلات زیل را تکمیل و توازن نمایید. توازن نمایید. خب CH دو، دو رابطه CH یک رابطه CH سه، امرای چی؟ امرای هایدروجن در موجودیت کاتالیست. کاتالیست نکل باشه یا پلاتین باشه، هر کدومش که باشه هیچ کدوم مشکل نداره، ای باشه یا او باشه. و دیگه CH2 دو رابطه با CH2 امرای CH2 با CH2 امرای چی؟ امرای هیدروژن در موجودیت نکل و یا پلاتین. شاگردان عزیز متوجه باشید، معادلات زیل را تکمیل و توازن نمایید. این مرکبه که عبارت از پروپین است با هیدروژن تعامل میتین، چی میسان ساخته میشه؟ او را نوشته کنید. و همچنان ایتلین است با هیدروژن یک جا شده، چی را میسوزه؟ او را شما تکمیل و توازن کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. تشکر از توجهتان.